بعد از اون دیگه مرگ و میرها در واقع در دام اتفاق میفته. سلام، امروز میخوام در رابطه با اهمیت پتاسیم در جیره‌های غذایی دام و طیور نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید پتاسیم و کلسیم و فسفر از عناصر بسیار ضروری در تغذیه دام و طیور هستند که اگر یکی از اینها در منابع زیره ما در واقع کاهش پیدا کنه دچار مشکلات بسیار زیادی خواهیم شد که در واقع سود ما پایین تر خواهد اومد و بیماری های ما بیشتر خواهد شد و هزینه های ما هم به تبع اون افزایش پیدا خواهد کرد. اما چه علل و عواملی باعث کمبود پتاسیم در بدن دام میشه، اینها رو من تک تک خدمت شما دوستان عزیز ارائه میکنم. یکی از عوامل مهمی که باعث کاهش پتاسیم در بدن میشه زیره غذایی است. اگر زیره غذایی ما بالانس نباشه، ما مکمل های معدنی رو به زیره غذایی خودمون اضافه نکنیم یا اینکه مکمل های ویتامینی رو به همراه مکمل های معدنی اضافه نکنیم، ما دچار مشکلات و کاهش و کمبودها و دفیشنسی مواد معدنی و مکمل‌های معدنی خواهیم شد که باعث خواهد شد ما عوارض مربوط به این کمبودها رو هم داشته باشیم که به مرور خدمت دوستان عرض می‌کنم. دومین مورد استفراغ و اسهالی که در دام اتفاق می‌افت. اگر به بیماری‌های دچار می‌شن و مشکلاتی برای دام و طیور ما رخ میده و دچار اسهال و استفراغ میشن و باکتری یا میکروبی به بدن اینها حمله میکنه، اینها باعث میشن که آب بدن طیور و آب بدن دام ما کاهش پیدا کنه و این عوامل باعث میشه که پتاسیم از بدن دام خارج بشه. اینم یکی از عواملی است که در واقع منجر به کاهش پتاسیم بدن دام میشه. عامل سوم بحث نمک هست. دوستان ببینید نمک زیره ما اگر زیاد بشه، یعنی اینکه در واقع ما نتونیم یک بالانسی بین زیرمون و نمک زیره ایجاد کنیم و نمک بیشتری رو به زیره اضافه کنیم، آب بیشتری رو دام خواهد نوشید و طیور همچنین اینا آب بیشتری خواهند نوشید و به تبع اون پتاسیم خودشون رو دفع خواهند کرد. این سومین مورد بود. آخرین مورد استرس ها هستند. دوستان ببینید هر چقدر استرس دام بیشتر باشه، ما کار بیشتری از دام بکشیم، سرمای شدیدی برای دام وارد کنیم، استرس های گرمایی وارد کنیم، بیماری ها رو بعد در واقع در فارم خودمون داشته باشیم، اینها همشون جمع میشه و باعث میشن که این کاهش پتاسیم در بدن دام اتفاق بیفته. ولی خب حالا این اتفاقات افتاده و ما میخواییم در واقع این رو درمان کنیم، اما چه علائمی در بدن دام رخ میده؟ اول اینکه کم اشتهایی در بدن دام اتفاق میفته، دام ها کم اشتها میشن. بعد از اینکه کم اشتها شدن افسردگی میاد و کاهش مصرف غذا میاد، مصرف غذای کمتری رو میخورن. ما از اینها علائم بالینی هستن، خیلی راحت میتونیم از اینها تشخیص بدیم چه اتفاقاتی داره در فارم ما اتفاق میفته. مورد بعدی این که وزن بدن دام میاد پایین، سفتی و سختی عضلات در بدن دام اتفاق میفته، قلب دام آریتمی پیدا میکنه، یعنی نامنظم میزنه، چه دام باشه چه طیور باشه قلبشون به صورت نامنظم خواهد زد، چون پتاسیم تأثیر بسیار زیادی به همراه کلسیم در رابطه با مشکلات عصبی و مشکلات قلبی در بدن دام میذاره. به همین ترتیب مشکلات عصبی و سفتی عضلات هم به دنبال اون ما خواهیم داشت. بعد از اون دیگه مرگ و میرها در واقع در دام اتفاق میفته. مرگ و میر هم در شما اگر این مسائل اتفاق بیفته در بوقلمون ها حدود 50% هست. دوستان دقت لازم رو داشته باشن، اگر پتاسیم رو ما چند روز حتی در زیره غذایی دام این رو پایین بیاریم یا کاهش بدیم یا در واقع به صورت آزمایشگاهی بتونیم رفتار کنیم، بعد از چند روز همه دام های ما تلف خواهند شد. پتاسیم یک عنصر بسیار ضروری در بدن دام هست، باید مراقب باشیم که پتاسیم زیره ما کاهش پیدا نکنه. در شیر، گوشت، تخم مرغ اینا پتاسیم به اندازه کافی هست، ولی اگر بخوایم که ما دام خودمون رو
از این مشکل نجات بدیم، دو تا راه خیلی راحت داریم که این دو تا راه رو و پیشنهاد رو ما باید در واقع جدی بگیریم. مورد اول این که حتما باید جیرمون جیره‌ای باشه که توسط کارشناس نوشته شده و توسط کارشناس این جیره بالانس شده باشه. مورد دوم، ما نباید در دادن مکمل ها و مواد معدنی کوتاهی کنیم. همین مکمل ها مواد معدنی رو اگر بخوایم در واقع کمتر بدیم، یا اینکه مثلا میبینیم که این مقدار هزینه‌مون بالا میره، این کار رو به هیچ وجه انجام ندیم. مکمل ها رو سر وقت بدیم، جیره‌هامون رو درست بدیم، به موقع بدیم تا این کمبودها در دام اتفاق نیفته. اینها اثر متقابل هم دوستان روی هم دارن. کاهش پتاسیم باعث تأثیر بر روی فسفر داره، تأثیر بر روی کلسیم داره. به صورت در واقع اینها ضرب دری روی هم اثرات متقابل دارن و این اثرات متقابل باعث میشه که افت کلی در تولید دام ایجاد بشه. یعنی ما در واقع که به خاطر کاهش اشتها، کمبود مصرف غذا، عصبی شدن دام و این حالت ها که اتفاق میفته، دام غذای کمتری میخوره و گوشه‌گیر میشه و تولید دام میاد پایین و تولید تخم مرغ یا هر دامی رو شما هر طیور رو شما در نظر بگیرید، محصولاتش و تولیداتش پایین خواهد اومد. پس انشالله ما رعایت کنیم دادن زیره بالانس رو و به اضافه مکمل های معدنی که به صورت آجرهای معدنی و لیسیدنی هستن، یا اگر بتونیم به صورت تی ام آر و در زیره غذای دام این رو اضافه کنیم، یا اینکه به صورت تزریقی این رو وارد بدن دام بکنیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر سوالی در این مورد داشتید حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.